سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت دو مایند ترافل. میخوایم امروز بچه ها در مورد PMS صحبت کنیم. PMS درست گفتم؟ واسه اولین ما اونم یه نگاه کردم چون من اینو به روش های مختلفیم SPM, MPS, PSM, PMS آخرش درست شد. سولی این چیزها رو میتونیم حل کنیم یا نه؟ این میدونی که اصلا یه چیزی که حالا من خودم تازه شنیدمش واقعا در تا همین مثلا فکر کنم یک ماه و نیم دو ماه پیش اصلا هم با همچین واژه و همچین کلمه اصلا آشنایی نداشتم. بعد چند تا ویدیو دیدم توی اینستاگرام و توی تیک تاک و اینا مثلا چند تا ویدیو من داشتم در موردش صحبت می‌کردم، زدم روش خوندم و مطالعه کردم، خیلی کم البته. خواستم که اینو مطالعاتمو نه خواستم مطالعاتم و اینا رو از زبان دختر بشنوم. یعنی به صورت علنی عملی بشنوم. آره تو رو الان به برنامه خودم دعوت کردم. مهمون برنامه اون بچه‌ها سلماز. دلیل اینکه دختر است. من گوشم گرفته، شاید صدام یکم زیاد بشه. چون خودم متوجه نمیشم. دلیل اینکه تو مثلا تازه حالا شاید حالا تو خیلی دیگه دیر فهمیدی اینو، ولی یه دلیلش این بود که تو همین دو سه سال پیش خیلی چیزا بدی بود. آره خب مثلا راجبش نمیشد بابا، همین الان هم تو کشور خودمون تو کیسه سیاه میدن چیزا مثلا پدو اصلا نمیشد راجبش صحبت کرد. خب این یه مسئله بود. دو اینکه تو چند سال پیش حالا مثلا خود دختران مثلا بین خودمون صحبت میکردیم اسمی به نام پی ام اس نداشت، گفتی بعد اخلاق شدم. آن تازه روش یه اسم گذاشتن. نه این اسم خارجیشه که یه سندرومیه. خب آها. که اسمش پی ام اس میشه سندروم قبل از قاعدگی که همینه. آها چه جالب. قبلا میگفتیم مثلا بد اخلاق شد. خب از سوالم رو سوال اولم که پی ام اس چیه رو همین الان جوابشو دادی. یه سندرومه. یه سندرومه. سندروم موقته. آره. آره. سندروم پیش از قاعدگی اسمش. بعد این فعال میشه با هورموناتون فعال آره. میشه درسته؟ بعد این پی ام اس که میگی آره بد اخلاق تو همه زنا هست، تو همه خانوما هست. مرا تا جایی که من میدونم تو اطراف من هست. نه یعنی ممکنه تو کسی نباشه یا فعال نشه چه جوریه؟ نه نباشه نیست، هست ولی با یه سری داروها و مکملا میشه چیزش کرد. کمش کرد. میشه کمش کرد، یکم کنترلش کرد. آره. که حالا من اون داروها رو از دکتر خودم باز پرسیدم، واسهتون میذارم اینجاها. خب که بدونین چی هست. حالا ما مردا چطور میتونیم متوجه بشیم شما توی این دوچار سندرومه شدید، این سندرومه شروع شده تموم شده؟ نه جدی حالا چجوری میتونیم بفهمیم کی تموم شده، کی شروع شده، کی تو اوجشه، کی داره کم میشه؟ این داستانش اینه که اصلا یا اصلا شروع شده یا نشده. خلقته به نظر من. خب ببین تو اینو من جدیدن بهش پی بردم. خود وقتی که پریود میشه که پریود از خود پریود بودن ناراحت. خب یه هفته قبلش پی ام اس میشه. آها پی ام اس قبلشه. آره یه هفته قبل اون تخمک گذاری داریم میکنیم، بازم هورمونات بالا میاد. یعنی دائما پی ام اس. آره دائما نه، دائما هورموناشون در حال بالا پایین میشه. مثل مردا نیستش که ثابت باشه. آخه ما مردام هورمونامون بالا پایین میشه. حالا راجع به اینم در ادامه صحبت میکنیم. و تو چی پرسیدی من سوالات درست چطور میتونیم متوجهش بشیم یا نه؟ خب ببین دقیقاً بحث اینه که از یک هفته قبل از اینکه پریود بشه شروع میشه. پریود هم معمولا تاریخش یه حدود مشخصی داره. یه هفته قبلش حساب کنیم چه کنیم بس. یه ده روز هم خودشه، نصف ماه رفتش. نصف بیشتر. بیشتر ماهو اصلا با تو نمیشه معاشرت کرد و نزدیک شد بهتون. حالا پی ام اس و پریود یکیه؟ یعنی پی ام اس همون پریوده؟ توی چه جوریه دستبندی شو اینا؟ جوابتون نگرفتی؟ چرا گفتی که یک هفته قبل؟ نه این دوتا با هم یکی هن، یعنی توی یه بره حساب میشن؟ نه دیگه پریود که دیگه خود وقت که خونریزی شروع میشه میشه پریود. درمان داره؟ یا اصلا این چیزی که درمان بشه؟ آخه بیماری نیست که بخوای درمانش بکنی. حالا مثلا کنترلش کنی. خب که این بالا پایین شدن هورمون رو میشه یکم بهترش کرد. و نکته جالبش اینه، اینو باید بگم، توی اون تایمی که خانم‌ها پی ام اس میشن در واقع هورمون مردونهشون یا همون تستوسترونه که زیاد میشه. اوه مرد میشی و ببینید شبیه ما میشی. باز... نه پس همینه، شما چون هورمون مردونتون توتون تولید میشه شبیه ما مردا میشی. ما مردا هم که نمیتونیم مثل خودمون رو تحمل بکنیم. دلیل اینکه دعوا اینا پیش میاد همینه. خب مثلا خوشونت ها اینا از هورمون مردانه میاد الان. نه به مرد آزاری.
نه واقعیتش اینه که تستوسترون میره بالا، هورمون مردونه میره بالا، استروژن سطحش میاد پایین و اون داستان رو وجود میاد. بعد علائم به غیر از بد اخلاقی و اینا داره؟ ببین بد اخلاقی نیستش، در واقع عدم تعادله. حالا همین به غیر از این چیز دیگه ای داره؟ خودم اینطوریه، مثلا شاید هم زود ناراحت میشم، هم زود عصبانی میشم، هم زود خوشحال میشم. آه همینم خواستم بگم خوشحالم میشی. آره. همه یه احساسات همشه عصبانی چی میگن در واقع بیش از حد میشه. یعنی دیگه علائم دیگه نه، همش احساساتیه. بعضی مثلا تو من فقط اینه، تو بعضی ها مثلا درد هست، چون من دل درده، کمر درده، دیگه تورم، اینجور چیزا. اینا همه من خیلی اونا درد ندارم، تورم چرا دارم ولی درد ندارم. بعد حالا نه چه باید چراغای حیاتم روشن شد. بعد سوری یه سوالی که دارم و اینکه تو خیلی باش مخالفی، ما مردا هم پریود میشیم به نظر خود من که میشیم، ولی تو میگی نه نمیشید. این ببین حالا من راجع به ما جسمی نیست، میدونستم اینو میپرسی، تحقیق کردم راجبش، همچین چیزی اصلا از نظر علمی ثابت نشده و وجود نداره. بابا چرا نشه؟ خب من خودم حس میکنم. مردا هم بذار مردا، خب این که حالا تلقی میکنم، هر آدم عادی به هر حال یه تایمای ممکنه بی‌حوصله باشه، یه تایمای ممکنه که تو فکر کن ما علاوه بر اون پی ام اس رو اون یه حالت عادی آدمی زاده که ممکنه که یه وقتی بی‌حوصله باشه، یه موقع عصبانی باشه، بیخودی یا مثلا ناراحت باشه، اینا چیزای طبیعیه. واسه مردم همون حالت های طبیعیه، واسه مردم دوباره هورمونات بالا پایی میشه ولی نه مثل خانوما، و هیچ وقت تا به امروز علمی ثابت نشده که مردم پی ام اس یا همون پریود میشه. ولی این پریود یه نمیشه، نامردیه، چون نامردی در حق ماسته. نه در حق ماه، ما هم حق داریم، ما هم حق داریم احساساتی بشیم، ما هم حق داریم زود رنج بشیم. من دارم میگم میتونید بشید، ما میتونید بشید، نه ما میشیم. خدا دارم میگم ما مرده خیلی حساسی، ما خیلی لطیفی، ما خیلی پرنسسیم. نه خدا دارم میگم یه چیز انسان عادیه که خب انسان عادی نیاز به توجه داره، نیاز داره نه یه وقت ناراحت باشه، یه وقت خوشحال باشه، یه وقت عصبانی باشه، این یه چیز عادیه. ولی واسه یه خانوما این یه چیز غیر عادیه، هو اصلا از کنترل خارج و عجیب غریب میشه و هر ماه داره به صورت چون میگن روتین اتفاق میفته. سوی تو زمان آره پریود یا پی ام اس تو کدومش حساس تری؟ من که پی ام اس اغلب فکر کنم اینجوری هن. آره اغلب آره اینطوری آره. چون بعد اینکه پریود میشن خانوما یه راحت داره... میشن یه جورایی. هورمونا داره به سطح عادیش میرسه که میکنم واسه همین. بعد حالا چه اذیتتون میکنه؟ مثلا یکی همین که بگی چون تو پریودی، چون تو پریودی، مثلا چون تو الان پی ام اس، این خیلی تو میکنه دیگه. چی مثلا؟ فکر کنم همه چه اذیتتون میکنه، مثلا یه پشم فکر کنم رد چه اذیتتون میکنه، دما بالا پایین بشه اذیت میکنه. همه اکثر دختره اینطوره، همه چی میره تو میخوشون. مثلا تیشرتتون اون رنگی که میخواید نباشه. آره آها، مثلا یه چیز دیگه از همه دختر رو بین همه دختر رو ثابته، همه تو تایمی پی ام اسشون حس میکنن زشت شدن. آها حس میکنن زشت، آفه آرایش رو میخواستم، آرایشت خوب نشده. آره. چون اینا رو خیلی تجربه میکنه. آره زشت و چاق و کمبی که زدی مثلا ست نشده. من حالا اینو علمی نمیدونم واقعا درسته یا نه، حس میکنم به خاطر همون هورمون مردونه هست که خودت انقدر که هورمون مردونت میده بالا اون طرز فکرتم، طرز فکرتم عوض میشه، حس میکنی اون ظرافت زنونه رو دست دادی و زشت شدی. یعنی ما مردا زشتیم. اینو میخوای بگی؟ اون ویدیو رو دیدی که خانم میگه مردا یه سری هیولای زشت پشمالی. آره. مردا اغلب ریشو، شکم گنده، کچل، بد لباس، خیکی، یعنی اصلا قیافه ها عوضی، ریش، پشم، نمیدونم از هرچی از موشون کم میشه به ریششون و سیبیلشون اضافه میشه، یعنی واقعا هیولاهای خیلی جذابی نیستن از نظر من. برای من اینو میخواستی بگی ما زشتیم دیگه. نه دیگه خب ظرافت زنونه رو حس میکنی نداری دیگه. خب سوری تو زمان پی ام است یا نمیدونم بگم پریودش، تو این برهه‌ای که این دوتا به هم وصلن چه کارایی دوست داری انجام بدی یا ندی و چه فکرایی میکنی؟ خب طرز فکر اینا رو میدونم که قطعا که دختر با دختر فهم و آدم با آدم فهم میکنم، ولی دوستم از زبان دختر اینو بشن. واسه این ویدیو من باید 7-8 تا دختر میومدن دعوت میگن نظر میپرسیدم. ولی حالا من چیزی که تجربه خودم رو میگم، کاری که دوست دارم بکنم، دوست دارم مثلا فقط به خودم برسم و مثلا لش کنی، نه لش کنم، مثلا کارهای ریلکس تو رو بکنم. خب مثلا بیشتر نقاشی بکشم.
مثلا چه اینجور کاره، مثلا نقاشتم خوبه. آره مثلا منظورم یه کارای اینطوریه. خب چه فکرایی میکنی؟ فکر میکنم که مثلا همه نه که همه همه بدش میاد، من همه بدم میاد و من با همه بدم و خب احساسی که هم بود توجه میگیره دیگه آدم. بچه کارهای دوست نداری انجام بدی؟ هیچ کاری. هیچ کاری؟ نه هیچ کاری نه، فقط دوست دارم کارهایی که خودم دوست دارم انجام. شاید اون لحظه مثلا دلم بخواد برم بودو هم خب دوست دارم ولی برم بودو هم، اگه مثلا تو بهم بگی بریم بودو هم تو سالی میدونی که این بحث حالا پریود و اینا ما الان خیلی داریم شفاف میگیم پریود. همین کلمه پریود توی کشورهای خودمون، کشور مثل افغانستان، ایران، اینا خیلی اصلا یه کلمه بدیه. شاید به یکی فوش بدی اونقدر ناراحت نشه، ولی بهش مثلا در مورد این بشین باش صحبت کنی بدش بیاد، ناراحت بشه، چندش اصلا به نظرشون بیادش. چرا هنوز بعضی کشورها نتونستن اینو حلش کنن یا نمیخوان حتی حل بشه؟ دیگه آخه دلیلش واضحه. تو کشوری که هنوز مثلا تمام افغانستان و ایرانو که مثال زدی، کشوری که هنوز خانما مجبورن حجاب داشته باشن، هنوز مثلا حقای انسانی عادی ندارن دیگه، پریود که حالا او خیلی فاصله است. اینکه میدونی که خب تو بعضی از کشورها بودش که چیز می‌کردن، نه کدوم کشور، یه زن اگر پریود می‌شد مینداختنش توی یه اتاق تا چند روز که پریودش تموم بشه، می‌گفتن این نجسه. اصلا خیلی چیز عجیبیه، نمیدونم اصلا حالا کدوم کشور بودش. و اینکه میبینی که الان مثلا کشوری که ازش اسلام اومده، کشور عربستان، الان همه آزادی ها رو به زنا داده، ولی کشورهای ما اصلا این چیزا نیستش، خیلی بده و ناراحت میشه آدم. بعد میخوام اینو ببینم سوالی مثلا توی سوال بعدی یا ادامه؟ نه ادامه شه. حالا تو ایران که مثلا تو میرفتی پد بگیری، وقتی به تو کیسه مشکی حتما گرفتی، فکر میکنم 100% یعنی مثلا بکنم مثلا یک کیسه مشکی واسه اون تولید میکنن توی ایران، چه حسی به دست میداد؟ چی فکر میکردی؟ مثل تباهی. چون من هیچ وقت مثلا با این که خب منم تو اون برهی بودم که زشت بوده با اینا، ولی من هیچ وقت خجالت نمیکشیدم، چون به نظرم یه عادی بود. مام بابا من هیچ وقت مثلا عجیب غریب رفتار نکرده بودن راجع به این قضیه، منم مثلا خیلی عادی بود، واسه همین احساس تباهی میکردم که چقدر مسخره که. و میدونی حالا یه چیزی بگم، حالا تو نوجوانتر که بودم این کارو میکردم، الان یادم افتاده، بیشتر حس لجبازی میگرفت که مثلا اصلا در بیارم تو کیسه بگیرم، تو دستت بگیری بری. آره یعنی یه جوری که میگم همیشه وقتی یه چیزی رو بخوای هی خفش کنی بیشتر قشنگ همینجوری میشه. حالا شاید خریدای عادی ما من توی کیسه عادی بردم بدارم، اون رو بیشتر حسم میگرفت که مثلا بگیرم. خیلی زایست آخه. واقعا خب یه نیاز طبیعی بدنه، مثل اینه که واسه بچه‌ت که پوشک میری بذاری تو کیسه بشه، خیلی زایستیه. یا مثلا داری میری چه میدونم آب بخری بذاری تو کیسه بشه، خیلی مسخره است. سوری خب وقتی دوچار این حالا این سندرومه میشید دیگه، از ما بهش میگیم سندروم، بهش بیماریانا نیستش اصلا، دوچار این سندرومه میشی خودت متوجه میشی که اینجوری شدی، یعنی این سندروم فعال شده؟ دکمش خورده. آره دیگه دکمش خورده، فعال شده. آره یعنی متوجه میشه حساسی. آره نمیدونم، اولا که تایم مشخصیه خب، دوم این که قشنگ مشخص میشه، چون میگم همه احساسات دیگه هم مثلا خیلی خوشحالی، خیلی ناراحتی، خیلی عصبانی، خیلی مثلا همش خیلیه. بعد مثلا متوجه میشه حالا مثلا در این در مورد کسایی که پارتنر دارن، شوهر دارن، نامزد دارن، دوست پسر دارن، فرق نمیکنه. زمانی که این سندروم فعال میشه، خیلی باحاله که میگی سندروم فعال میشه، حالا دوچار پی ام اس میشی، بگیم دوچار پی ام اس میشی و خودت هم متوجهی، شاید طرف مقابلت متوجه نیستش، چرا باهاشون انقدر دعوا میکنی؟ چرا انقدر مثلا زود رنج میشید و باعث ایجاد ناراحتی میشی؟ مثلا خارج از کنترل. خیلی خیلی خارج از کنترل. حالا پیشنهادی داری که این اتفاق نیافته، دعوا نشه، نمیدونم؟ خب ببین مثلا من یه پیشنهاد بدم، وقتی این سندروم فعال میشه، دوچار پی ام اس میشی، یکی بره توی اتاق، یکی بره توی اتاق، مدت 10 روز. نه این که ولی یه چیزی که میبینم مثلا انگار پسرا، اینو فقط راجع به تو نمیگم، در مورد راجع به کلیت میگم، وقتی که میبینن طرف حساس تر شده، بیشتر جای این که یه کاری بکنن که خوشحال، مثلا خب اگه احساساتی بیشتر از اون احساسات خوشحال استفاده کنن که مثلا زیاد بیشتر خوشحال بشه، میان مثلا بدتر یه دست میذارن رو مثلا نقاط ضعف طرف که عصبانی تر بشه. خب من اینو خیلی میبینم، یعنی مثلا انگار کرمشو دارن که
یارو مثلا انگولکش میکنه. آره انگولک دقیقا، مثلا انگولک میکنه. این اتفاقا دو سه روز پیش بود که داشتیم تو کافمون که سر کارم صحبت میکردیم با این نفر، میگفتش که آره مثلا من هر موقع که با دوست دخترم مثلا هر ماه دعوامون میشه و اینا، بعد از پرسیدم که مثلا سر چی دعواتون شده، مثلا دختره برگشته. خب این از احساسات اضافیه دیگه، مثلا دختره گفته که احساسات اضافی زیادی منظورمه. مثلا گفته که چه میدونم قطع کن تلفنو. خب مثلا اونم گفته که قطع میکنم، قطع کردم. یه چیز خیلی مسخره تو حالت عادی که بگی این بکنه یعنی نکن، قطع بکن یعنی نکن. نه مثلا گفته جرأت داری قطع کن، اونم قطع کرده. آها خب وقتی که این کارو میکنی، خب بعد تو هم که میدونی تو اون تایمه میتونستی مثلا اون کارو نکنی، میتونستی مثلا سر چیز علکیه واقعا. اکثر دعوا اگه اتفاق بیفته هیچ وقت دعوا نمیشه سرش، ولی خب دختره انگار دنبال بهونه است، اونم بهونه رو میده دست شما. احساسات خیلی زیاده. بعد آره بازه پی ام اس چند روزه؟ 7 روز تقریبا. 7 روز بازه روز پریود 7 روز 20 روز رفت. نصف ماه رفت. تو خاک گذاری هورمون بالا پایینه. یعنی اصلا نصف ماه رفت. میگم که من همین دارم میگم که یه باگ قشنگ این واسه من که الان خیلی متوجهش میشم و خیلی جالبه که دوستام هم همزمان با من الان خیلی متوجه شدن. یعنی مثلا جوان تر انگار سنت کمتره کمتر احساس میشه، که اینجوریه که کل ماهو در حالت عصبانی. سوال آخر اینه که این هورمونا رو، این عصبانیه رو چجوری میتونی تخلیه کنی و کنترلش کنی به غیر از قرص و اینایی که حالا داروهایی که گفتی؟ حالا نه مثلا ورزش چیه مثلا؟ آره حالا من خودم انجام ندادم، ولی مثلا میگن یوگا خیلی تاثیر میذاره، چون میگم کلا کارهایی که ریلکس بکنه. اصلا این چیزایی که گفتم مثلا دوست دارم به خودم برسم، مثلا میگن سعی کنی مثلا به خودتون برسی، مثلا چرا ماسک بذارید، این کارهایی که دختر خوششون این جور چیزا خب خیلی باعث میشه دیگه. حالا مثلا پیاده روی باشه، ورزش داشتن رو خودتون و ریلکس بودن تاثیر میذاره به نظر من. خب پس امروز فهمیدم که یعنی یه ذره به صورت شفافتر علمی‌تر فهمیدم. علمی‌تر که حالا نمیشه گفت، ولی خودمونی‌تر از زبون دختر شنیدم که این بیماری نیست، باگه. بهش بگیم باگ. و وقتی فعال میشه هیچی جلودارش نیست. هیچی جلودارش نیست. واقعا هیچی جلودارش نیست. یعنی میشه تا حدودی کنترلش کرد، ولی بازم یعنی منم به عنوان حالا یک مرد، به عنوان بعد کسایی که حالا پارتنر دارن، پارتنر خانم دارن اینا، باید خیلی حواسشون به این موضوع باشه، دقت کنن. حالا درسته ما هم ممکنه تاریخش مثلا اصلا اپای هستش که الان واسه آقایون ها. اپ آقایون اومده. آقایون که میگه آقا مثلا الان دوست دختر تو، الان پارتنر تو پی ام اس شروع شده. چه جالب. حواستو جمع کن. نصبش میکنم. براتون هم لینکشو میذارم. جالب شد ولی ما مردا هم نقشمون خیلی مهمه. حالا گفتم ولی دوباره میخوام تاکید کنم روش اینه که هر عصبانیتی از روی پریود نیست. آدما میتونن عصبانی بشن. همونجوری که گفتم مردا میگی مثلا یه وقتایی منم عصبانی ام یا احساساتی ام. خب این یه احساس طبیعیه. و مثلا شما که میان همه چی رو ربط میدین به اون داستانه، این خیلی باعث میشه که اون بیشتر انگار نقطه ضعف پیدا کنه. نقش ما مردا خیلی مهمه توی این دوران. واسه شما تو دوران پی ام اس عصبانی میشن همه آدما. ما هم باید مثلا من با خودم اونم مرد خیلی آدمی که زود جوش میاد. مردا اکثرا اینجوریه، زود جوش میارن. ما هم باید این چه بگیم آستانه صبر و تحملمون رو توی اون دوران ببریم بالا. تقریبا 20 روز ماه و بعد آستانش بالا باشه. ببین حالا من که میگم باگ مثلا خلقت، واقعا خب واسه شما هم میدونم سخته، واسه همین میگم اینا بر میداشتی اصلا کلا حظ میکردی. اینم تقدیر الهیه دیگه. مرسی که ویدیومون رو کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ماین ترابل بعدی، بدرود.